مشروع خبرها اغلب مشکلات فراراه استخراج کار مس عینک لوگر برطرف شده. سرپرست وزیران معادن و پترولیم و اطلاعات فرهنگ و معین وزارت انرژی و آب در سفر به ولایت لوگر و بررسی امور مرتبط به استخراج پروژه مس عینک در این ولایت پرداخته و از آغاز کار اعمار سرک معدن مس عینک، نهایی شدن طرح حفاظت آثار باستانی، اعمار کمپ ها، پیشرفت امور اکتشافی معدن غربی عینک و سایر پیشرفت های پروژه خبر دادند. سرپرست وزارت معادن و پترولیم در حال به هدف بررسی پروژه مس عینک به ولایت لوگر سفر کرده که سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و معین وزارت انرژی و آب نیز وی را همراهی میکنند. این مقام با هیئت همراهش از ساحات مختلف مس عینک و آثار باستانی این ساحت دیدن نموده، پیشرفت ها در کار پروژه مس عینک را از نزدیک نظارت و ارزیابی کردند. مولوی شهاب الدین دلاور پس از ارزیابی امور میگوید اکثر مشکلات پروژه مرفوع گردیده و آماده آغاز عملی کار پروژه هستیم و با آغاز عملی کار پروژه معدن مس عینک با آثار باستانی در ساحه صدمه وارد نخواهد شد. بامیان که دو لپاره دیر لوی معدن شی 590 میلیون تن سنگ زغال ریزرف سوید یا لغنه بجوری یا بیلو بورت جوری چلور سمیو کواتا برخاغم دیه او برخ وزارت ورته ټول شان برابر کړی دي. در همین حال مولوی خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ نیز در مورد آثار باستانی ساحه و حفاظت از آن صحبت نموده، خواهان آغاز کار پروژه گردیده و وعده همکاری های لازم را جهت تسریع کار پروژه سپرده است. او بیا دا خو یو ځای نه دی، بس شار دی. او که چیرې دلته بل داسې لار ورته دی لار نسو منده ورته پیدا کولای، یو موږ به همیشه ورته چې تاسې داسې هغه لاندې د مځکې نه تاسې لار ورته پیدا کوئ، د بلې خوا راسې هغه تم باغه چې دی لغاله نه شوله. از سوی هم معین وزارت انرژی و آب در قسمت تامین برق و آب برای معدن مس عینک اطمینان داده و گفته امور مرتبط به این اداره به خوبی اجرا خواهد شد. نکمو بشه د کار کېږي تقریبا په شاوروزه کې 15 درزره متر مکعب وبد په کار کېږي، نو هغه موږ د مختلفو منبعګانو ته مشخص کړی دی لکه شاتوت لندر باندې. گفتنی است که مس عینک ولایت لوگر از جمله بزرگترین معادن افغانستان به شمار می رود که شهرت جهانی دارد. وزارت معادن و پترولیم در سال 2008 میلادی قرارداد معدن مس عینک لوگر را با شرکت MCC چین امضا کرد و در این قرارداد شرکت چینی باید در مرحله نخست بیش از 2.5 میلیارد دلار در این پروژه سرمایه گذاری می کرد و روند استخراج آغاز می شد.